دوستان عزیز، آقای امیری لطف کردن و گفتن که صحبت دیشبمون رو گفتن که بنا شد که استاد عالی‌قدر گفته نشه، بعد گفتن که استاد مسکوب. من یاد یه داستانی افتادم و اون این بود که وقتی ما در با یکی دوتا از دوستان در کرمان مقاطع کاری میکردیم و یک عملی اونجا بود، کارگری بود که خیلی آدم نازنینی بود، آدم بی سوادی بود، مرد 25 مرد 45 ساله بود و نمیدونم در این چه چیزی بود که من ازش خیلی خوشم میمد، یه صفای باطنی داشت و هر وقت که من میرفتم به کارگاه با این زیاد صحبت میکردم و افتراد میکردم، رفع خستگی بود از کارهای الکی که میکردیم. این به من میگفت آقای مهندس. یه دو دفعه من بهش گفتم که بابا من مهندس نیستم، فلانی به من نگو مهندس، اسم خودم بگو. گفتش چشم. دفعه سوم گفتش آقای مهندس، و روز سوم چهارم گفتم ما مهندس نیستم نگو. حوصله‌اش بالاخره سر رفت. یکی از این دفعات که من گفتم مهندس نیستم گفت اختیار دارین آقای مهندس. ما رو رنگ کردیم. حالا حال این داستان ماست با آقای امیری. عرضم به خدمتون که بعد از این مقدمه کوتاه برم به سراغ یک مقدمه دیگه. موضوع صحبت که شما لطف کردید تشریف آوردید برای شنیدنش، هویت ملی و بنیادهای آن. در مورد یکی دو تا زمینه در این باب من صحبت خواهم کرد، ولی قبلش یه داستانی که برای خودم پیش اومده و شاید هم با معنی باشه برای لااقل دوستانی که نزدیک به سن من هستن، برای اینکه به سن من دیگه کمتر اینجا پیدا میشه نگاه میکنم. جان 72 تا. البته پیش آدم ورزشکار چیزی نیست 72 تا، ولی خب بدم نیست. هرچند که داستان این استش که من در مدتی که سال 1980 از ایران اومدم بیرون، یک سال بعد از انقلاب، و دفعه اولی که بعدم برگشتم در حدود 10 سالی یا 11 سالی طول کشید. در طی این مدتی که به ایران نرفته بودم برای 3 تا از دوستان خیلی نگران بودم. یکیشون معاون سازمان برنامه بود و فکر میکردم به علت معاونت ممکنه برایش گرفتاری های پیش اومده باشه، در صورتی که آدم نازنینی بود. نبه نازنینی شما عرضم به خدمتتون که یکی دیگرشون یک زندگی مرفعی داشت و آدم ثروتمندی بود در اصفهان و فکر میکردم به مناسبت وضع مالیش ممکنه براش گرفتاری پیش بیاد. یکی دیگه هم خیلی آدم عصبی بود و فکر میکردم که ممکنه این ضعف اعصاب، اگه بشه گفت، یا این حساسیت شدیدی که داره براش گرفتاری درست کنه. متاسفانه در مورد سومی این حدس نابجا و شوم درست در اومد. وقتی که برگشتیم دیگه او رو ندیدیم. در مورد اون دوستی که در سازمان برنامه بود به خیر گذشت، ارمنی بود و ارمنی هم هست همچنان، و وقتی که من دیدمش گفتم این نگرانی رو داشتم برات، گفت نه ما در راه اسلام شهید دادیم دیگه و در نتیجه به خیر گذشت همه چیز. البته پرونده‌هاش هم نگاه کردن، اول بیجهت تهمتی بهش دادن، بعد دیدن نه درست به خلاف اون چیزی بود که فکر میکردن. اما در مورد اون دوست اصفهانیمون، من همیشه حواسم یا آرزوم این بود که یه بار دیگه برگردیم و این رفیقمونم یه مختصر گرفتاری هایی داشت، از مختصرم شاید یکم بیشتر، برگردیم و این رفیقمونو ببینیم و یه قدمی مثلا با هم بذاریم کنار زاینده رود. و عرضم به خدمتتون که دم پل خاجو، چون خیلی پل زیباییه، اونم میدونم که اونجا رو خیلی دوست داره. خب بعد از 11 سال که برگشتیم، من فرصتم خیلی کم بود، یعنی واقعا هیچ فرصتی نداشتم، برای اینکه تهران خیلی گرفتاری های مختلف داشتم. یه 24 ساعتی رفتم اصفهان برای دیدن این دوست و خب همدیگر دیدیم و یه کمی راه افتادیم کنار شهر و کنار رودخونه و
قدم زنان و صحبت از بس هم برزده بودیم در اون 24 ساعتی که من اونجا بودم 20 ساعتش گذشته بود که دیگه حرفی نداشتیم با هم بزنیم. داشتیم راه میرفتیم، هم اون ساکت بود هم من ساکت، و رسیدیم نزدیک پل خاجو، مثلا یه 100 متری با پل خاجو فاصله داشتیم، کنار رودخونه داشتیم میرفتیم، و من داشتم فکر میکردم که خب این هوسی که ما داشتیم یا این آرزویی که ما داشتیم برآورده شد. بالاخره ما این رفیق رو دیدیم یه بار دیگه و یه قدمی هم داریم باهاش در کنار پل خاجو میذاریم، در سکوت هم میگذشت همه چیز. بعد برگشت من گفتش که شاروخ میدونی چی داشتم فکر میکردم؟ گفتم نه. گفتش که من این سالا خیلی دلم میخواست که تو برگردی و یه بار دیگه کنار رودخونه با هم کنار این پل یه قدمی بزن. دقیقا اون چیزی که در فکر من میگذشت و من احساسی که نسبت به وطن داشتم همیشه یه احساس آدمی بود که مادرش رو دوست داره و از مادرش دلخوره. هنوزم همین احساس دارم، البته هم جدایی غیر ممکنه و هم ممکنه آدم گله های بسیار داشته باشه. اون روز یه چیز دیگه هم به این اضافه شد به این حس من، و اون این بودش که حس کردم وطن یه نوع رابطه با کسی یا کسانی و در یک جای معینی، نه در هر جا. یعنی این احساسی که بین من و دوستم پیدا شد فقط در اون جای معین میتونست پیدا بشه که هر دومون به اونجا علاقمند بودیم و بین ما دوتا میتونست پیدا بشه. فکر کردم این اگه عمومیت پیدا بکنه اون حسی که آدم نسبت به وطن داره، بودن با کسی یا کسانی در زمان معینی در جای معینی، با کسانی که آدم باشون پیوند داره. حالا چون موضوع صحبت برمیگرده به هویت قومی یا هویت ملی، فصیح‌تر بگیم، من اساساً خواستم احساسی رو که برام دست داده بود در اون مورد و تجربه شخصی نفسانی بود قبلش به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم. حالا در گفتگو از هویت ملی که موضوع صحبت امشب ماست، هویت ملی و بنیادهای آن، توجهی که من دارم، البته موضوع خیلی وسیع دامنه گسترده‌ای داره، توجهی که من دارم به طور خاص رابطه هستش که آدم یا پیوندی هستش که آدم با دیگران داره و به این جنبه از هویت ملی میخوام بیشتر توجه بکنم، وگرنه خب جنبه های دیگه فراوانی هست، مثل خلق و خوی فرد یا افراد یا افراد یک جامعه، جنسیت، ویژگی های جسمی، ویژگی های روانی، موقعیت های اجتماعی و همه جنبه هایی هستن از هویت هر شخص و اگر تعمیمش بدیم از هویت یک قوم یا اگر عمومیت بیشتری بدیم از هویت یک ملت. ولی من میخوام گفتگو رو یک کم امشب محدود بکنم، برای اینکه در هر صورت موضوع خیلی وسیعه، و بپردازم به اون جنبه از هویت که مربوط میشه به پیوند آدمی با دیگران، به رابطه آدمی با دیگران، رابطه‌ای که خصوصیت آدم رو میسازه، هویت آدم رو میسازه یا هویت یا قوم رو میسازه. نمیدونم صدای من به اون بالا میرسه؟ خب چون صدا خوشبختانه سبک که لابد میره بالا. هرچند که حالا این چجوریه که، یعنی مسئله چیه که هویت آدمی در پیوند با دیگری از چی جهت مشخص میشه؟ گمان میکنم که انسان از جمله، از قدیم هم گفتن، بیشتر یونانی ها گفتن و خب بعد هم تجربه بشری همین رو ثابت میکنه که انسان یک حیوان اجتماعیه و وقتی انسان هستش که در اجتماع زندگی بکنه و با دیگران زندگی بکنه، وگرنه وجود آدمی معنی نداره و آدم تنها در حقیقت آدمی هستش که
باید یه زندگی حیوانی داشته باشه و خب دیگه تفاوتی از جهات ممکنه با حیوان نداشته باشه. معنی وجود آدمی در رابطه با دیگران وقتی که در اجتماع زندگی میکنه و ما معمولا خودمون رو از راه ارتباطی که با دیگران داریم میسنجیم، میشناسیم و دیگری معمولا آینه هست برای اینکه ما خودمون رو در تصورات او، در انعکاس او، در رفتار با او بسنجیم و بشناسیم و خودمون رو دریابیم در رابطه با دیگری. حالا این رابطه خواه در خانواده باشه، خواه در قوم و قبیله باشه یا در اجتماع باشه. در این رابطه با دیگری هستش که ما به وجود خودمون، به هویت خودمون، به شخصیت خودمون در حقیقت، نه فقط جسم خودمون، به شخصیت خودمون آگاه میشیم، صاحب هویت میشیم، خودآگاهی پیدا میکنیم و از برکت این رابطه هستش که هستی ما معنی پیدا میکنه. حالا اگر انسان حیوان اجتماعی باشه، ناگزیر و در اجتماع زندگی میکنه، یعنی در یه جایی با یه جماعتی زندگی میکنه و این زندگی در یه جاست، یعنی در مکانه، در یک زمانه. و حالا اگر برگردیم به اون قصه‌ای که یا داستانی که من تجربه‌ای که شخصا داشتم گفتم، اون مکان و اون زمان برای ما ایرانی ها، اون مکان ایرانه گمان میکنم و اون زمان هم تاریخ ایرانه. اون جمع، اون جماعتی که ما باشون زندگی میکنیم، مردمی هستن که خواه نخواه با هم در یک مکان هستیم. این مکان هم داده شده است، یا خداوند داده، یا طبیعت داده، یا هرچی داده، در اختیار خود ما نبوده و نیست، در اختیار هیچ کس نیست وطنش. ما در یک مکان شریکیم و در یک زمان با هم دیگه. اقوام که ایران رو تشکیل میدن، ملت ایران رو تشکیل میدن، در یک مکان و در یک زمان با هم دیگه شریکن، مشارکت دارن در زمان هم دیگه، ما مشارکت دارن در مکان هم دیگه. حالا این مشارکت در زمان، این همزیستی، اگر بگیم همزیستی خواه نخواه در یک زمان و در یک مکان، از چه راهی فراهم میشه؟ من گمان میکنم که بیش از هر چیز و ناگزیر از راه زبان، برای اینکه به جز زبان انسان وسیله‌ای برای پیوند و ارتباط با دیگران نداره. هیچ نوع از فعالیت‌های ذهنی، احساساتش، عواطفش رو اگر بتونه وسایل دیگری هم باشه، در درجه اول از راه زبان باید منتقل بکنه و هیچ وسیله‌ای به قدرت و توانایی زبان نیست. البته این را من پارتی بازی نمی‌کنم، نمی‌گم چون خودم سر و کارم با زبان و کارم نوشتنه پارتی بازی بکنم، ولی فکر می‌کنم که واقعاً این حقیقتیه که هیچ وسیله‌ای گویاتر و رساتر از زبان نیست و گمان می‌کنم که این یه تجربه‌ایه که هر کدوم از ماها داریم و تجربه روزانه و دائمیه. به این ترتیب میخوام برگردم به حرف ارسطو که انسان فقط حیوان اجتماعی نیست، حیوان ناطق هم هست. اگر زبان رو از انسان بگیریم و بودن در اجتماع رو از انسان بگیریم، دیگه انسان به درجه حیوان تنزل پیدا میکنه. زبان فقط وسیله ارتباط در جمع و با دیگران نیست، بلکه ما با خودمون هم از راه زبان ارتباط داریم. هر چیزی که فکر میکنیم معمولا اول به زبان میاریم، ممکنه بلند نگیم و با صدای بلند این بیان نشه، ولی با در یک فکر کردن در حقیقت یک نوع گفتگوی درونیه و اگر زبان نباشه احتمالاً فکر هم نیست. و این رابطه فکر و زبان که البته موضوع خیلی پیچیده هست، موضوع بحث ما نیست، برای اینکه اختلاف نظر هست که آیا تفکری که زبان رو به وجود میاره یا زبانی که تفکر رو به وجود میاره.
ولی اون چی که مسلمه اینه که رابطه بین زبان و تفکر یک رابطه بنا به اصطلاحی که اخیراً خیلی مد شده یک رابطه تنگاتنگ، یک رابطه گسستنی، ناگسستنی، جدایی ناپذیره. و در حقیقت شکل کردن اون چیزی هستش که ما بدون اینکه به زبان بیاریم میاندیشیمش، باز گفتن پنهان و در خود اندیشه ماست. خب ما هم با خودمون گمان میکنم که از راه زبان ارتباط داریم شخصا در تفکرمون، و هم با دیگران، با دوستان و آشنایان و به عبارت خیلی وسیع‌تر با هموطنان و همزبان‌هامون. اما این حیوان ناطق که آدمیزاد باشه فقط با معاصران خودش، با همروزگاران خودش از راه زبان ارتباط نداره، بلکه با گذشتگان هم از راه زبان ارتباط داره. نه فقط با گذشتگان، با آیندگان هم باز ارتباطی که ما برقرار میکنیم بدون اینکه هنوز اونها رو بشناسیم از راه زبان. اونچه که برای اونا به ارث میذاریم از راه زبانه در درجه اول، اونچه هم که از راه به ما به ارث رسیده از گذشتگان، هر چی که ما به ارث رسیده در درجه اول و بیش از همه از راه زبانه. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که آگاهی درباره رفتگان، درباره گذشته و میراث گذشته رو زبان به ما میرسونه. نوشته است، تاریخ و هر نوع اطلاع دیگری از راه زبان که ما میرسه. و ما هم تجربه زندگی خودمون رو از راه زبانی که، البته زبان که میگم نوشته هم مورد نظرم است، برای اینکه زبان رو وقتی که به کتابت در بیاریم نوشته میشه و ثبت میشه و ضبط میشه. تمام تجربه زندگی خودمون رو معمولاً، تمام نه البته، برای اینکه هنر یا دانش هم وسیله های دیگه است و تکنولوژی به خصوص، ولی تجربه عمده و اساسی خودمون رو از راه زبانی که تجربه زندگی و اجتماعیمون رو با آیندگان می سپاریم. به این ترتیب پیوند یا ایجاد رابطه از یه نسل به یه نسل دیگه، چگونگی و شرح تجربه، فهم سرگذشت اجتماعی انسان، همه اینا یعنی تاریخ رو زبان ایجاد میکنه، نگه میداره، در زبان تکوین پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه و به تکامل میرسه و منتقل میشه از یه نسلی به یه نسل دیگه. حالا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که زبان مهمترین عامل هویت جمعی، برمیگردم مسئله هویت، هویت جمعی هر واحد گروهی و به هم پیوسته است، از خانواده گرفته تا قبیله و قوم تا ملت، و نه فقط با خانواده و قوم و قبیله و ملت و ملت‌های دیگه و کسانی که به زبان‌های دیگه صحبت می‌کنند، بلکه چه بسا با ما بعد طبیعت هم، با اون دنیا هم ما از راه زبانی که ارتباط برقرار می‌کنیم. حالا اگه جوابی نمی‌شنیم یا می‌شنویم یا نمی‌شنویم، اگر خب اونایی که می‌شنون که خوش به حالشون، اونایی هم که نمی‌شنون دیگه تقصیر ما نیست که این رابطه رو برقرار می‌کنیم، تقصیر اوناست که جواب نمی‌دن. این البته از شوخی که بگذاریم، واقعا حتی وقتی که زبان فهمیده نشه هم ارتباط ما با ما بعد طبیعت، که یک ارتباطی که معمولا ما بعد طبیعت میگم، البته منظورم فقط خدا یا اعتقاد به خدا نیست، بلکه هر نوع ارتباطی با اون چیزی که فراتر از ما و اون سوی ما وجود داره، حقیقتا وجود داره یا خیال میکنیم که وجود داره، هر نوع رابطه از این نوع باز از راه زبان برقرار میشه، حتی اگر زبان فهمیده نشه. منظورم البته ورد دعاست
ذکر و یا نمازی که ما مسلمان ها میخونیم بدون این که بدونیم معنیش چی است. و این فقط مختص به ما نیست، بلکه وداها زبان فوق العاده کهنیه و کسانی که به آیین هندو اعتقاد دارن میخونن و مفصل هم میخونن بدون این که بدونن مفهوم چی هست، معنا چی هست. عرض شد که زردشتی های ما اوستا رو میخونن، تا 200 سال پیش که مطلقا هیچ کس معنیشو نمیدونست، ولی خونده میشد و ارتباط با اورمزدا یا ارتباط با زردشت، ارتباط با عالم بالا رو هر زردشتی از راه دعای اوستا، خوندن اوستا، یتم اها و ایریو، معروفترین، بزرگترین و مهمترین دعای زردشتی است. خونده میشد بدون که معنیش دونسته بشه، که البته بعدها از دوره آنتیتیل دوپرون، از اول قرن 19 که یکی از افسرهای ناپلونی بودی که بعد از جنگ های ناپلونی رفت به هند و با زردشتی تماس گرفت، حالا دارم حاشیه میرم در دو کلمه، به هر حال متن اوستا رو به دست آورد و مثل بقیه یا کارهایی که فرنگی ها کردن، مثل خوندن هیروگلیف، مثل خوندن خط میخی، اوستا رو هم، خط رو که به دست آوردن، کم کم شروع کردن به فهمیدن و کار کردن و خوندن، که این ماجرا ادامه پیدا کرد تا آخر قرن 19 که در حقیقت به کلی خونده شد و ترجمه هم شد به زبانهای اروپایی اول و به زبانهای بزرگ اروپایی، بعدم به فارسی ترجمه شد، مرحوم پور داوود ترجمه کرد. به هر حال 2000 سال، 3000 سال یا شاید بیشتر، بستگی داره به تاریخ زندگی زردشت که در چه موقعی قرار داده بشه، که بر سرش اختلاف هست، زردشتی ها میخوندن بدون این که بدونن معنیش چیه، ولی کار خودش رو زبان میکرد، ارتباطی رو که میخواستن با عالم بالا برقرار میکردن. در مورد قرآن خوندن 90%، 95% ما هم همینطوره، میخونن، مؤمنین میخونن، معنی رو نمیدونن، ولی یک ارتباطی با یه عالم دیگری برقرار میکنن، باز از راه زبان، همونطوری که همون کاری که دقیقا انجیل ها میکردن، کتاب مقدس میکرد در قرون وسطا برای مسیحی ها. هنوز هم در کلیساها به هر حال یه مقدار دعا به لاتین خونده میشه بدون اینکه معنیش دانسته بشه. به این ترتیب در رابطه با عالم بالا، وقتی زبان فهمیده نمیشه هم ارتباط از راه زبان. باز برمیگردم تکرار میکنم که به این ترتیب مهمترین عامل پیوند با عالم ماورا و با عالم طبیعی، با عالمی که ما درش زندگی میکنیم، اما پیوند در چی؟ زبان چه پیوندی رو گذشته از مسائل، مشکلات و گرفتاری های روزانه و اشتغال های روزانه، زبان چه پیوندی رو برقرار میکنه که این پیوند پایداره؟ اگه حالا البته که جرات نمیکنیم، ولی اگه به دخترمون یا پسرمون بگیم برو گوشت بخرمون بخر و بیا و بره بخر و بیاد و مثلا فهمیده بشه، این اون پیوندی نیست که پایدار میمونه و از نسلی به نسلی دیگه منتقل میشه. و یا ما به آیندگان میگیم که ما به بچه اون گفتیم برو گوشت بخر و اون رفت خرید، این چیزی نیستش که منتقلش بخوایم بکنیم. از بدیهیات هم در یه دوره های بوده، بعدن هم از بدیهیاتی که بچه ها نخواهند رفت کار بکنم. اون چیزی که منتقل میشه و مورد نظر من هست و فرع چیز رو میسازه، هویت یک قومی رو در ساختن هویت یک قومی اثر اساسی داره و وسیله میشه برای پیوند و مشارکت جماعتی، مردم یا ملتی، اون وقتی هستش که زبان مردم رو در امر، اگر خیلی کلی بخوایم بگیم، جماعتی رو یا ملتی رو در امر فرهنگ با هم دیگه مشارکت میده. فرهنگ رو به معنی امروزی و فراگیر، به معنی کلی کلمه به کار میبرم. منظورم از فرهنگ اسطوره هست، فولکلور هست، دین هست، آداب و رسوم هست،
ادب و ادبیات هست که دوتا از هم جدان، هنر هست، اخلاق هست، رفتار و شیوه زندگی، و سرانجام اون چیزی که در مکتب روانشناسی یونگ بهش میگن خاطره جمعی، چیزی هستش که در پس اندیشه یا فکر، اگر به این مکتب روانشناسی اعتقاد داشته باشیم یا باور داشته باشیم، در پس اندیشه یک قوم هست بدون اینکه به او آگاهی داشته باشه، و او کار خودش رو میکنه همچنان که ناخودآگاه در ذهن آدمی کار خودش رو میکنه بدون اینکه آدمی بهش آگاهی داشته باشه. و محض اینکه آگاهی پیدا کرد دیگه خودآگاهه. ولی به هر حال مجموعه اینها که خاطره جمعی رو تشکیل میده، زبان، همه اینها رو اگر اینها رو به عنوان فرهنگ بپذیریم، اون چیزی رو که نقش اساسی زبان هست ایجاد انتقال این خاطره جمعی هست، نادانسته، ناخودآگاه و یا آگاهانه ایجاد انتقال یکایک اینها، یکایک اینها که میگم ادبیات، هنر و آداب رسوم و غیره. امروز که قابوسنامه رو ما مثلا به عنوان نمونه میخونیم، هم به عنوان ادبیات میخونیم، کتابی که مال 800-900 سال پیشه، هم به عنوان یک اثر ادبی میخونیم، هم به عنوان یک اثر اجتماعی میخونیم، و هم به عنوان یک اثر تاریخی. این چیزی هست که منتقل میشه، اون امور جزئی و گذران روزانه رو ما از قابوسنامه، یا همینطور بخوام مثل بزنم، فرض کنیم تاریخ بیاری یا سیاستنامه، ما نمیفهمیم، مگر وقتی که اگر از امور روزانه صحبت میکنند امری باشه، اون روزانه امری روزانه که یک معنای اجتماعی در زمان خودش داشته بوده باشه، که هست، اتفاقا در قابوسنامه هست. برای اینکه فرض کنیم در باب آداب خرید و فروش، یا به قول خودش خرید و فروخت صحبت میکنه، برای ما اعتباری که داره و احتمالاً برای او هم، برای اینکه این رو مهم دونسته، برای اینکه منتقل بشه و بمونه، اعتباری که داره این هستش که یک خصوصیت اجتماعی رو که یک قومی در زمانی بهش عمل میکردند، این رو به یادگار میذاره برای آیندگان که بدونن مردم یک دوره چگونه زندگی میکردند در امور عادی روزانه. تو قابوسنامه اتفاقا زیاد هست، اما آنچه که هست، هر امر جزئی روزانه یک معنی اجتماعی و تاریخی داره، و نویسنده وقتی بهش دست میزنه که این معنی عمومی رو بهش میده. حالا بعد از این مقدمات که از ذل مقدمه طولانی تر شد، دیگه مقدمه نیست سر حیرت باری، که وقتی میگم مقدمه شما ترفارتون میدونید نکنید دو ساعت من میخوام حرف بزنم، بیشتر از نیم ساعت یا 35 دقیقه فکر نمی کنم که گفتگو کنم، بعد وقت رو میذارم برای پرسش و پاسخ اگر باشه، برای اختلاط و گفتگو، برای اینکه پرسش پاسخ که میگیم انگار یه مش ببخشید سوال کننده است و یکی هم هست که پرسش ها رو پاسخ میدونه، هم چیزی نیست. عرض شد که بعداً یک گفتگوی متقابلی، یک دیالوگ به قول فرنگی ها امیدوارم که داشته باشیم، مشکلات فکری خودمون رو با هم طرح بکنیم و هممون هم به این نتیجه برسیم که خیلی چیز هست که نمیدیم. عرض شد که حالا از این بحث که بگذرم برمیگردیم به تاریخ. هم زبان و هم فرهنگ که به وسیله زبان منتقل میشه از نسلی به نسل دیگه، برای اینکه پیدا بشن، به وجود بیان، آفریده بشن، برای اینکه پرورش پیدا بکنن و برای اینکه قابلیت انتقال پیدا بکنن، برای همه اینها احتیاج دارن به تاریخ، یعنی به زمان. و گمان میکنم اگر بخوایم خلاصه بکنیم، تاریخ تحقق زمان در زندگی اجتماعی. زندگی اجتماعی وقتی که در زمان هستی پیدا بکنه،
واقعیت پیدا بکنه، یا به قول ترجمه خیلی خوبی از رئالیزه شدن مرمال مرحوم فروزن فره، وقتی هستی پذیر بشه به جهان بیاد، این احتیاج به تاریخ داره، باید زمانی بهش بگذره. هر ادبی، هر آداب و رسومی، هر نوع فولکلوری، تمام اون چیزی که گفتیم، هر نوع اسطوره‌ای برای اینکه قابلیت انتقال پیدا بکنه باید زمانی بهش بگذره و این زمان باید در یک زندگی اجتماعی بهش بگذره. به این ترتیب تاریخ زمان وقتی که در زندگی اجتماعی حقیقت پیدا میکنه، به واقعیت در میاد. زمان مجرد و کلی، اون چیزی که در فضا هست، این وقتی که یا گذر شب و روز در زندگی یک گروه اجتماعی، در زندگی یک خاندان، یک قبیله، یک قوم و یا یک ملت، وقتی که بدل به واقعیت بشه، تاریخ اون ملت رو میسازه. و برای اینکه بدل به واقعیت بشه، احتیاج به این تاریخ داره. هیچ ملتی، هیچ قومی هویت پیدا نمیکنه، ساخته نمیشه، به وجود نمیاد، بیرون از زمان و بیرون از گذر یک زمانی در زندگی اجتماعی. این کار وقت میخواد. به قول اصفهانی ها، هرچند که نمیدونم حالا چرا یاد این قضیه افتادم، به چیزی بودید بگم، هرچند که تئاتر بیژن و منیژه رو داشتن نشون میدادن و رستم رفت سر چال که سنگ رو برداره رو صحنه و بیژن رو از ته چاه بالا بکشه و خیلی زور زد و خیلی به خودش فشار آورد و عرق ریخت و اینا، اومد اینو بلند کنه، یه بیمزه‌ای گفتش که مقوایی است. یارو هم برگشت و گفتش پدر آمرزیده کار 700 من بارست. حالا واقعا برای اینکه یه ملتی هم تشکیل بشه، این کار 700 من باره، باید قرنها بگذره و زمان در زندگی اجتماعی یک ملتی تحقق پیدا بکنه و هزار جور زیر و بالا و زیر و رو بشه که یه نظری به تاریخ ایران بندازیم، میبینیم که چه اتفاقای افتاده تا یک ملتی تشکیل بشه. به هر حال هم زبان و هم فرهنگ هر دو در طی تاریخی که دست به دست پرورده میشن، رشد میکنن و دست به دست میشن و از یه نسلی به یه نسل دیگه منتقل میشن. حالا گمان میکنم که یک مردمی با یک زبان، با یک فرهنگ و با یک تاریخ یکسان، یا با کمی تساهل بگیم با یه زبان و فرهنگ و تاریخ همانند، یه هویت همانند هم دارند، هویت شبیه و یکسانی هم دارند. جمع این سه تا عامل که گمان میکنم به نظر من مهمترین عامل ها هستند، جمع این سه تا عامل به اضافه عوامل دیگه که مهمترینش که هم میکنم عامل جغرافیاییه، یعنی مکانه، به اضافه عوامل سیاسی، عوامل ژئوپلیتیک که مربوط به امر سیاست در دوره های مختلف، مجموعه اینا با یک چنان هویتی یک ملتی رو ایجاد میکنه و هیچ کدوم به تنهایی نه. البته برمیگردم به این مسئله. و در بین یک ملت، برای اینکه همونطور که گفتیم عوامل مختلفی از زمان هست، از فرهنگ صحبت کردیم، از تاریخ صحبت کردیم، از اشاره کردیم، البته نه صحبت، عرض شد که به عوامل، به عوامل جغرافیایی، سیاسی، ژئوپلیتیک غیره اشاره کردیم، عرض شد که خب هیچ کدوم از اینها به تنهایی نیست، زبان هم به تنهایی نیست، برای اینکه ممکنه مجموعه این عوامل باشه ولی در یک ملتی به دو یا سه زبان
صحبت بشه. میشناسیم ملت‌هایی رو و از جمله ملت ایران رو که اقوام مختلفی تشکیل میشه، از اقوام مختلفی به زبان‌های مختلفی هم صحبت میکنن. همه به زبان فارسی صحبت نمیکنن. یک جماعت بزرگی به زبان ترکی صحبت میکنن، کردی، بلوچی و غیره. حالا در میان زبان‌های یک سرزمین و یک ملت زبانی فراگیر میشه، ملی میشه، که بیش از همه حامل فرهنگ مشترک اون ملت باشه. زبان مسلط میشه، یا زبان مسلط کلمه خوبی نیست برای اینکه یک بار سیاسی معینی با خودش داره، به خصوص با حساسیتی که امروز مسئله ملی در بین همه ملت ها پیدا کرده. زبانی عمومی تر میشه و بیشتر مورد استفاده قرار میگیره که بار فرهنگی بیشتری داشته باشه. بیشتر از زبانهای دیگه هویت یک قومی رو منعکس بکنه و این تنها ارتباط به زبان فارسی یا ملت ایران نداره، بلکه حتی مثلا فرض کنیم در یه جایی مثل فرانسه که خب در بین ملت ها مثل زده میشه، از همه یک پارچه تر هست. در اونجا هم برای اینکه زبان فرانسه زبان عمومی بشه چند صد سال طول کشیده، زبانهای دیگه هم تا قرن 19 هم بوده، از جمله مثلا زبان اوک لانگو دوک که یا از بین نرفته البته، ولی جماعتی کمی به صحبت میکنن، ادبیاتش هم از دوره گذشته سر جاش مونده، یا فرض کنیم در مثلا اسپانیا زبان کاتالان که سر جاش هست، زبان مهمی هم هست، ادبیات مفصلی هم داره، ولی خب زبان اسپانیایی زبانیه که سراسر اسپانیا به صحبت میشه، امریکای جنوبی هم به صحبت میشه، خب یک بیشتر نمایندگی میکنه، بیشتر انعکاس میده خصوصیت ملتی رو که ما به عنوان ملت اسپانیا میشناسیم. یا حتی مثلا در بین انگلیسا زبان ولش هست، هست که زبان با ادبیات خودش، ولی زبان سراسری، زبان فراگیر، زبان انگلیسی. البته امیدوارم که خستتون نکرده باشم. یک دو مطلب دیگرم، ساعت 8 شد، بود یه رو در دقیقه دیگه یه رو دیگه صحبت میکنم، بعد دیگه صحبت رو واگذار میکنم به شما. حالا در مورد هویت که صحبت کردیم، یک اشاره من میخوام بکنم این و اون اینه که در دوره های مختلف، البته تاریخ یک تاریخ، هیچ ملتی به از جمله به خصوص تاریخ ما یه تاریخی نیست که مثل یه رودخانه‌ای در یک دشت همواری به آرامی حرکت کرده باشه. شاید بهتره بگم مثلا هیچ شباهتی به رودخانه کارون نداره. اگر بخوام مثال بزنم، شاید به زاینده رود خیلی بیشتر شبیه باشه که از انواع اقسام پیچ خما گذشته تا بعد به باطلاق گافخونی فرو میره و امیدوارم که اون باطلاق گافخونی ملت ایران خیلی دور باشه، حالا حالا نباشه. به هر حال ما تاریخمون پیچ خم خیلی زیادی داشته و هویت قومی و یا ملیمون در دوره‌های مختلف خصوصیت‌های مختلفی داشته. من فقط یک دو تا نمونه مثلا میخوام ذکر بکنم برای اینکه اینا خیلی مشخص هست. اتفاقا در کتاب ملیت و زبان به یه نحوی به این مسئله از دیدگاه دیگه نگاه شده و یه کمی بیشتر اونجا توضیح داده شده. کتاب 4-5 تا اینجا نیست، تبلیغ کتاب خودم رو نمی کنم و خیلی جواب میکنم یه مقدار اونجا صحبت شده، ولی که مسئله به هر حال این سالهای اخیر مورد توجه منه، به خصوص بعد از انقلاب به این طرف. الان اینجا یک اشاره کوتاهی میکنم. مثلا در دوره هخامنشی ها قوم ایرانی، ملت ایران نمیگم، برای اینکه ملت یک امر به این معنی که گفته میشه یک امر نسبتا جدیدتر، قوم ایرانی پارسی یک قوم مشخصی بوده، به خودشون هم آگاهی داشتن، خودشون رو هم پارسی میدونستن. اون چیزی که هویت اونا رو میساخته، پارس ها رو میساخته، قوم پارس رو میساخته، نژاد بوده، قومیت بوده، میدونستن که یک قبیله معینی هستن،
و همدیگر رو میشناختن، نسب هم رو میشناختن، سرزمینشون بوده، میدونستن مال سرزمین پارسن و دینشون بوده، یعنی فرهنگشون، یعنی جنبه غالب دینشون فرهنگشون بوده، حتی زبانشون نبوده. برای اینکه وقتی که میخواستن کتیبه‌هاشون رو بنویسند به زبان آرامی مینوشتن، یونانی مینوشتن و فرس قدیم و فرس، اون وقتی دیگه فرس رو الان ما میگیم، قدیم برای خودشون قدیم نبوده دیگه، به سه زبان مینوشتن. برای اینکه زبان بین‌المللی در اون دوره زبان عمومی تر، باز هر چی میگیم عوضی در میاد، ملت هایی هم به این معنی امروز نبودن، عرشد که زبان عمومی تر، زبانی که میشناختن مردمی که در این سرزمین ها زندگی میکردن، زبان آرامی بود، بیشتر از پارسی میشناختن این زبان رو، زبان یونانی بود که شناخته شده تر بود. در نتیجه وقتی میخواستن پیامی رو منتقل بکنن به زبان پارسی، ولی با خط میخی که از آرامی ها قرض گرفته بودن، به زبان آرامی و به زبان یونانی مینوشتن. عرض شد که در دوره به این ترتیب عوامل اصلی در اون دوره زبان نبود، نژاد بود، قوم بود، سرزمین بود و فرهنگشون که جنبه دینی داشت و اساسی بود. در دوره ساسانی نژاد بود، فره ایزدی که بهش خیلی اعتقاد داشتن و فروه سرزمینشون بود که این سرزمین رو بهش آگاهانه توجه داشتن، برای اینکه اسمش ایران شهر بود و خودشون رو ایرانی میدونستن و دیگران رو ان ایرانی، یعنی نه ایرانی. دنیا تقسیم شده بود به ایرانی و غیر ایرانی. و دینشون عرض شد که در دوره صفوی سیادت بود که بیشباهت به فره ایزدی نبود، مسئله سیادت خیلی اهمیت داشت، جنبه دینی داشت حکومت و خودشون رو منصوب میکردن به امام موسی کاظم، امام هفتم. عرضم به خدمتتون که مسئله دین، باز زبان اون دوره انقدر اهمیت نداشت، برای اینکه خود قزلباش ها ترک زبان بودن و ملیت و هویت ایرانی از نظر زبان اون اعتبار رو نداشت. یک مطلب دیگه هم هست، من با اجازتون اضافه میکنم و این گفتگو رو تمام میکنم، و اون در مورد ویژگی های فرهنگی هویت ماست. هر قومی ویژگی های فرهنگی خاصی داره دیگه، الان من وارد جزئیات نمیشم، بلکه راجب نقاشی چینی همه شما فراغون شنیدید، یا راجب مثلا اعتبار موسیقی در بین آلمان ها و همین جماعتی که ما الان تو سرزمینشون هستیم، اتریشی ها، یعنی موسیقی جرمنی که اگه بشه گفت اقوام جرمنی یا ملت های جرمنی که شناخته میشن به مناسبت اعتباری که برای موسیقیشون قائل هستن، یا نمیدونم تا قرن 19 هم به خصوص مسئله زبان و ادبیات در بین فرانسوی ها، یا موسیقی و زنده بودن اساطیر در بین هندی ها و غیره و غیره. ما اگه بخوایم یه نگاهی به ویژگی های فرهنگی خودمون بکنیم، من گمان میکنم که ما یک مردمی هستیم که اولین سندی که ازمون باقی مونده و نشانه هویت ماست گاته هاست، بسیار کهنه. بعضی ها معتقدن که به 5000 سال پیش میرسه، شاید اغراق‌آمیز باشه، ولی الان تقریبا مسلمه و همه قسمت بزرگ متخصصین عقیده دارن که زندگی زردشت لااقل به 1000-1500 سال، 1200 سال به پیش از میلاد مسیح میره، و گاتاها سروده های زردشت و به شعر. اولین سندی که ما داریم بسیار کهنه و به شعر. شعر سر آغاز فرهنگ ماست و بزرگترین کتابی هم که در دوره اسلامی فرهنگ ما، دوره که گاتاها اون اثر اولیه خودش رو از دست میده، اون اعتبار دینی خودش رو از دست میده، دوره بعد از اسلامه که
ایرانی ها به مذهب اسلام در میان. بزرگترین کتابی هم که از دوره اسلامی برای ما باقی مونده باز به شعر، یعنی شاهنامه است. و بزرگترین کتابی که فرهنگ کلاسیک و اوج فرهنگ ما بهش ختم میشه باز شعر، دیوان حافظ. به این ترتیب من گمان میکنم که، و از طرف دیگه این رو هم بگم، بعد اون چیزی که گمان میکنم میگم، همون داستان شد که دومی رو اول بگم که میدونید مالکی هست. عرضم به خدمت شما که گاتاها اسطوره است دیگه، اولین تظاهرات دینی و فرهنگی ماست. اسطوره ما با شعر شروع میشه، بعد حماسه ما که فردوسی باشه باز در شعر تجلی میکنه، و فرهنگ غنایی ما هم بزرگترین جلوش باز در حافظ، در شعر تجلی میکنه. حالا من گمان میکنم که ما با شعر شروع کردیم، با شعر به اوج رسیدیم، و با شعر هم فرهنگ کلاسیک و بزرگ ما تمام شد. و دوباره گمان میکنم که بعد از 600-700 سال باز با شعر میتونیم، منتها چون در دوران دیگری زندگی میکنیم، این بار خوشبختانه نثر هم به کمک آمده، با شعر و نثر که یک دوره امروزی در فرهنگ ما داره پیدا میشه. منظورم و اشارم به نیمایوشیج و به هدایت که مال 70-80 سال پیش هستن، و نیما یک دوره 700 ساله انحطاط شعر فارسی رو ختم میکنه و یک باب تازه باز میکنه. برای اینکه میدونیم حافظ کار رو به جای رسوند که هر کس بعدش اومد دیگه هر چقدر غزل خوب گفت دیگه اون اونجا بود و اصلا هیچ کس جلوه نمیکرد و رفت این راه رو تا قله و تا اونجایی که امکان پذیر بود رفت. حالا وارد جزئیات نمیخوام بشم برای اینکه بحث از بحث جدا میشیم. الان البته غزل فارسی یه تحول تازه پیدا کرده، اشارم به سایه است، اشارم به سیمین بهبهانیه، ولی وارد این گفتگوها نمیخوام بشم. و برای اینکه این گفتگو خسته هم شدید یا حسن ختامی داشته باشه، من صحبت رو ختم میکنم با این اشاره که امشب هم که من در حضور شما هستم به از برکت و مهره سرخ، او دو سال نیم پیش از من دعوت کرد برام که بیان، متاسفانه نیست. خب من در اختیارتون هستم برای گفتگو. من الان متوجه شدم که به یه مسئله توجه نکردم، این تأکید نکردم وقتی که راجع به فرهنگ صحبت میکردم. البته توجه هم به دین هم بود، ولی چون از اسطوره صحبت کردم و از جنبه‌های مختلف فرهنگ، به دین رو یادآوری نکردم. خواهش میکنم شما توجه داشته باشید که این درسته؟ چون من صدای خودم نمیشنم، خیال میکنم شما هم نمیشنم. عرضم به خدمتتون که توجه داشته باشید که امر دین هم همپای زبان مسئله فوق‌العاده اساسی است. اما در مورد پاسخ به سوال شما، نه، راستش من در این گفتگو اون چیزی رو که ترجمه کردیم و بهش میگیم ارزش داوری، فارغ از ارزش داوری صحبت میکردم، یعنی توجهی به بار مثبت یا منفی هیچ کدوم از اینها نداشتم.
و کاری به خوب و بد قضیه ندارم. برای اینکه مثلا فرهنگ خودمون رو نگاه کنیم، ما خیلی پوز میدیم راجع به فرهنگمون، یه مقدارم حق داریم. و به محض اینکه صحبت فرهنگ میشه، خب صحبت فرهنگ 2000 سال و 3000 سال و هخامنشیان رو نمیدونم حافظ و فردوسی و اینا رو میگیم، ولی که خیلی چیزای دیگر رو بدون اینکه بخواهیم هم ناخودآگاه پس میزنیم. فرهنگ ما جنبه های منفی کم نداره و متاسفانه این جنبه های منفی، اون نوعی که فرنگی ها فرهنگ خودشون رو نقد کردن، سنجیدن، ما اون کار رو نکردیم و جاش فوق‌العاده خالیه که بیایم بسنجیم و ببینیم که این خوب و بد خصوصیات ما چیه، یک نوع روانشناسی تاریخی و جمعی از خودمون بکنیم. هیچ یک از نویسنده هامون هم، منظورم رمان نویسا و اونایی که ادبیات با ادبیات خلاق سر و کار دارن، نیست، برای اینکه این کار بیشتر مورخ است و جامعه شناس و فیلسوف، نکردیم. جدیدن شروع شده، من گوش و کنار میبینم بعضی ها کم کم شروع کرد، ولی نه، من فارغ از این مسئله صحبتم فکر میکنم که بیشتر جنبه کلی داشت. ولی عرض شد که این صحبتتون مربوط به گمان میکنم اگه بخوایم تجزیه کنیم دو تا بخش داره، یکی مربوط به گذشته است که در مورد زبان عربی هست و فارسی که چیزی ازش نمونده، یکم در مورد آینده است که احتمال چی هست. از شاید در مورد گذشته که من خیال میکنم خیلی بی‌لطفیه که بگیم زبان فارسی چیزی ازش نمونده، دلیلش این صحبتی است که من و شما با هم داریم میکنیم. اگه این نیست، اگه میتونستیم به زبان عربی با هم حرف بزنیم، من حق رو به شما میدادم در زمان حال. اما در مورد گذشته هم من نمیدونم یک مملکتی که یک ملتی که حالا مجبورم پوز بدم، خیام رو داره، نظامی رو داره، فردوسی رو داره، عرضم به خدمتتون که سعدی رو داره، مولوی رو داره، حافظ رو داره، که هر کدوم از اینها بی نظیر هستن در ادبیات دنیا و واقعا از نظر میهم پرستی دروغین، من این رو نمیگم، هیچ حماسه مثل فردوسی در دنیا نیست. هومر هست که بزرگترین حماسه غربی هست، رامایانا هست و مهابارات هست که مال هندی هست، بحثش مفصله. به هر حال من الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. به هر حال من نمیشناسم حماسه اینا رو، کم و بیش کمی خوندم، نمیشناسم حماسه و فارغ از سعی کردم فارغ از میهم پرستی دروغین خونده باشم، نمیشناسم حماسه مثل فردوسی. ادبیات در ادب غنایی دنیا هم مثل حافظ گمان نمی کنم زیاد باشه، اینم عقیده گوته است، عقیده من نیست و یا عقیده شیده و عقیده دیگران. به هر حال یا خیام، من نمیدونم شما چطور میگید که اینجا یه کمی اصلا به هم بر میخور، اوقات هم تق میشه که فارسی نبوده و عربی فارسی رو از بین برده. خب نفوذ عربی بیش از بله، ولی که شما ببینید چقدر کلمه لاتین در زبان انگلیسی است که بزرگترین زبان دنیا است، ولی این معنیش نیست که انگلیسی نیست. و چقدر کلمه فرانسه در فرانسوی در زبان انگلیسی است و انگلیسی بزرگترین زبان دنیا است بدون هیچ تردیدی. و این تداخل همیشه بین همه زبان ها هست، امروز هم هست، امروز هم به هر حال. اما اینکه در آینده ممکنه که این تداخل بین زبان‌ها و ملت‌ها طوری بشه که دیگه چیزی نباشه جز این که یک کسی در یه جایی به دنیا اومده، البته در مورد آینده من چیزی نمیدونم، همه چیز ممکنه در آینده رخ بده، ولی یکی از احتمالاتی که میدن، حالا چون صحبت زبان انگلیسی شد بگم، بعضی از محققین انگلیسی نقیده رو دارن، نقیده خیلی رایجی هم نیست البته، ولی هست، که فکر میکنن زبان انگلیسی به سرنوشت زبان لاتین دوچار بشه، چون میدونید از زبان لاتین سه تا زبان بزرگ در اومد،
یکی زبان فرانسه، یکی زبان اسپانیولی و یکی زبان ایتالیایی. حدس میزنن بعضی ها، بعضی از محققین انگلیسی عقید دارن که در طی زمان به قدری انگلیسی استرالیایی، انگلیسی افریقای جنوبی، انگلیسی هندی، انگلیسی امریکایی و کانادایی دور میشه از انگلیسی زبان مادر که احتمالاً انگلیسی اصلی به سرنوشت زبان لاتین دوچار میشه. البته این حدسه، اما اون چیزی که امروز ما میبینیم یعنی این که اگر این حدس درست باشه، اگر درست باشه با قید اگر، یعنی این که این تفرقه و پراکندگی ایجاد خواهد شد حتی در زبانی مثل انگلیسی که الان همه برای ارتباطات جهانی مجبورن این زبان رو بدونن. اما اون چیزی که امروز داریم میبینیم خلاف این نظر، متاسفانه بدبختانه احساسات ملی روز به روز داره شدیدتر میشه. نمونش در آذربایجان قفقاز، آذربایجان شمالی که متاسفانه زیادی هم نظر به این برانور دارن قبل از اینکه زودتر به یه دردهای خودشون دوا کنن. نمونش یوگسلاوی و بالکانه، عرضم به خدمتتون که نمونش افغانستانه که یک ملت ضعیف کوچکی این همه سال با دومین قدرت دنیا جنگید و بالاخره بیرونش کرد و الانم سر اقوام مختلف بین پشتون و فارس و ارتشاد که این قبیله و اون قبیله سرش دعواست. و نمونش باز کشورهای عربی زمانی که صحبت از ملت عرب میکنن به معنی اگر ملت فقط از راه زبان تشکیل میشد درست بود، ولی میبینیم که چقدر با هم دیگه اختلاف دارن. فعلا اون چیزی که امروز داره میگذره نشون نمیده که ملت ها حس ملیشون رو از دست بدن، بلکه باید گفت بدبختانه برای اینکه این کار رو به یک مقدار زد و خورده و جنگ‌های میکشونه که خب فاجعه باره واقعا، بدبختانه احساسات ملی داره قوی‌تر میشه. حالا امیدواریم در آینده تعدیلی پیدا بشه. خواهش میکنم ببخشید من همه رو در آن واحد نمیتونم. و خواهش میکنم بفرمایید بعد نوبت آقاست. بفرمایید کدوم خانم هستن؟ ببخشید خواهش میکنم بفرمایید فقط لطفا بلندتر بفرمایید که خوش سریان بشه. سوال خانم رو همه شنیدن؟ عرض شد که خانم فرمودند که من گفتم که اون چیزی که راجع به شعر گفتم که دو تکرار نمی کنم، آیا نثر مثلا سعدی رو ندیده گرفتم چهار مقاله یا نثرهای زیبای دیگری که از اضافه کنیم تاریخ بیهقی رو، مثلا تذکرت الاولیا رو، اسرار و توحید رو، کلیل و دمنه رو و غیره رو، آیا اونها رو من ندیده گرفتم؟ عرض شد که جواب من این است که اولا اون چیزی که من راجع به شعر گفتم خب یه تصوره، شاید هم واقعیت باشه. من گمان میکنم که برجسته ترین و بزرگترین خصوصیت فرهنگی قوم ما آفرینشی است ما در شعر داشتیم، اگر بخوام خلاصه بکنم. اما مطلقا این کار رو در نثر ما نداشتیم، نثر ما به هیچ وجه به پای شعرمون نمیرسه متاسفانه. البته در دوره های گذشته، این بیدلیل هم نیست، در دوره های گذشته که دانش و ادب بیشتر شفاهی بود، جنبه غالب ادبیات شعر بود، برای اینکه شعر بهتر به خاطر میموند و از سینهی به سینهی نقل میشد. پیش ما در قرون وسطای اروپا همینطور بود، در بین هندی ها همینطور بود که دارای فرهنگ کهن هستن، چینی ها رو نمیدونم، در بین عرب ها همین بود، عرضم به خدمتتون که و حتی طب یا نمیدونم لغت و نجوم به شعر بیان میشد برای اینکه بهتر به خاطر بمونه. به همین مناسبت نثر هم ضعیفتر بود از شعر. اما در بین ما به طور خاص قدرت شعر به حدی بود که من خیال میکنم نثر رو خفه کرد.
بیشتر نثر ما در تاریخ بود و تاریخ رو دیگه به هیچ ترتیبی نمیشد به شعر بگیم. البته داریم تاریخی که به شعر گفته شده، ولی به هر حال نه سفارش دهنده رو قانع میکرد نه مورخ رو، و خیلی نادره تاریخ به شعر. نمیدونم مثلا مجمل التواریخ رو یا نمیدونم تاریخ بیهقی رو به هر حال به شعر نمیشه گفت. نثرهای زیبایی که داریم تاریخ، عرض شد که اگر بشه گفت رساله های اخلاقی اجتماعی مثل سیاستنامه و عرضم به خدمتتون که قابوسنامه و کلیل و دمنه و اینا، و یا که اوجش در گلستان سعدیه. اما گلستان رو هم اگر نگاه بکنیم نثر مسجعه و شعر که استخونبندیشه، و نصر رو اگر نگاه بکنیم آیه های قرآنی که استخونبندیشه. و بعد هم چون شعر دست و بال نصر دست و بال نویسنده بازه در دوره های انحطاط، یعنی از مغول ها به بعد نصر فاسد میشه، شروع میکنن اونجا به اظهار فضل و کمالات، و در دوره خب دیگه تاریخ وصاف رو کمه میشناسن، ولی روز به روز نصر زایتر میشه. دوره صفویه نصر مازایه، دوره قاجاریه خوب نیست، تا وقتی که ما با فرنگ ارتباط پیدا میکنیم، سعی میکنیم تمام مسائل روزانه زندگی رو به نصر بگیم، ناچار اون فصل فروشی ها در نصر از بین میره. ولی من گمان میکنم که تا امروز هم ایرانی عاشق شعره و شعر مسلط. همین حالا ببینید که در همین روزها ما چند تا شاعر داریم، چقدر شاعر داریم، چه گرایشی به شعر و در مقابل چه گرایشی به نثر. و نثرمون هم در دوره کلاسیک خیلی کمتره، نماینده های برجستش کمترن و فقیرتر از شعرمونه. و الان هم من دو سه سال پیش بود یه جایی صحبتی بود، هر شاید که من بودم و نادر بود، ما صحبتونه کردیم و خب تموم شد. خیلی هم خوشحال شدیم برای اینکه یک کفی هم زدن مثل حالا. عرض شد که بعد نادرپور باشد یه شعری خوند، یه آقای 57-8 ساله هم اونجا نشست و نادرپور لبشو که بال کرد، این شروع کرد همینطور گریه کرد. من از رو برو میدیدم از شعر رو نفهمید، فقط این موسیقی کلام احسن عشق اینو در ما شعر گریه کرد. هنوز آمد یعنی که من فکر کنم به نثر توجه داشتم، ولی گمان میکنم که نثر فارسی رو شعر فارسی بله چنان مسلط بوده که ترتیبش داده. ولی الان روزگاری هستش که به هر حال نقش ادبیات داره عوض میشه، و روزی که نثر زبان عمومی بشه به جای شعر، اون روزی هستش که این یکی از نشانه های مدرنیته میتونه باشه. جامعه جدید، جامعه‌ای که جامعه نثر، بزرگترین آثار کلاسیک ادب فرنگ در دوره های اخیر معمولا نثر بوده. وقتی که از ادب اروپا در قرن بیستم صحبت میکنن، همه متوجه در درجه اول جیمز جویس میشن، یا نمیدونم کافکا میشن، یا پروست میشن. اول کسی متوجه ریلکه نمیشه. این دیگه خصوصیت ادب جدیده. ما هم شاید دید وقتی انشاءالله به اینجا برسیم. والا بسته به نظر دوستانه. و اجازه بدید من سوال آقا رو که خواهش کردم جواب بدم، و بعد هر جوری که تصمیم گرفتیم. یکی از رفقام زیادی داره دهن دره میکنه، شاید خیلی هم رفیق عزیزمه و رفیق قدیمی هم هست، شاید برای خاطر اونم بعد باشه یه تنفسی بدیم دیگه. هم نگاهش نمی کنم که کسی نفهمه کیو میگم. بله بفهمید. عرضم به خدمتتون که در مورد اهمیت ادب که در فرهنگ ما صحبت شد، یعنی اشاره هم که شما کردید، من با شما موافقم که اون جنبه اصلی فرهنگ ما، جنبه غالب فرهنگ ما ادبه، و در ادب هم شعره. این علتهای گوناگونی داره، شاید یکی از عللش این باشه که جنبه های دیگر، یکی از عللش البته این باشه که بعضی از جنبه های
دیگر فرهنگ ما دچار محدودیت های عقیدتی بوده. مثلا پس باید مثل نقاشی مثلا میگوام پنمان مثلا، بعد هم یا فلسفه. فلسفه خب قرن هاست که تکلیف فلسفه در دنیای اسلامی روشن شد. بعد از تعافت فلسفه دیگه تکلیف فیلسوفا روشن شد. به هر حال بعضی از غزالی به بعد، نه فقط در بین ما ایرانی ها بلکه در بین همه کشورهای مسلمان، اتفاقا در بین ما ایرانی ها یک نوعی از فلسفه ادامه حیات پیدا کرده. تا بعد ملا صدرا و عرضم به خدمتتون که سهروردی و ملا صدرا و بعد ملا دی صدرغاری اومده این مکتبی بوده که ادامه پیدا کرده، ولی یک نوع حکمت البته، نه فلسفه به معنی غربی کلمه یا به اون معنی که قبلا بوده. من خودم هم فکر میکنم که حالا علل تاریخی و گوناگونی داشته که این جنبه غالب فرهنگ ما بوده. جنبه غالب فرهنگ دیگری احتمالاً چیز دیگر است. من مثلا فرهنگ جرمنی که مثلا زدم جنبه غالبش گمان میکنم لاقل در طی 200-300 سال اخیر فلسفه است و موسیقی. اما عقیده ندارم که یکی از علل عقب ماندگی فرهنگ ما همین اهمیتی است که ما به زبان دادیم، برای اینکه گمان میکنم اون چیزی که ما رو نگه داشته اتفاقا زبان بوده. به عنوان یک قوم، یک ملت، ممکنه مسئله ارزش داوری پیش باز رو بگیم که کاش که نمیموندیم، اون مسئله دیگری است. ولی اگر بناس یک قومی بمونه، یک ملتی بمونه، اون چیزی که ما رو به عنوان یک ملت نگه داشته زبان بوده، و اون چیزی که مصری ها رو مثلا از گذشتشون جدا کرده زبان شده، که به کلی یک فرهنگ و یک قوم و یک ملت دیگری هستن از آنچه که قبلا بودن. یعنی که در اون عقیده با شما هماهنگ نیستم. اما اینکه زبان وسیله تفکره، من الان عقیده ندارم. نه گفتم بسیار مسئله ظریفیه و مسئله مورد بحث بین زبانشناسا و فیلسوفا، و گفتم وارد این بحث نمیشم که آیا زبانی که وسیله تفکره یا تفکری که زبان رو ایجاد میکنه. این یک مسئله، یا اینکه هر دوتا با همن توامن هستن، اما این مربوط به سرآغاز کاره در انسان و یا در کودک، نه بعد از اینکه یک کسی معماری رو، هنر معماری رو یاد میگیره در مدرسه، از راه زبان بهش یاد میدن، اما وقتی که به این هنر مسلط شد دیگه برای کشیدن نقشه احتیاج به زبان نداره، مستقلن فکر میکنه و از همون اول به فضا فکر میکنه فرض کنه، یا یه موسیقیدان بلافاصله آهنگ ها توی سرش هست و اون رو میاره روی کار. بله این مراحل بعدیه، اما در آغاز کار، در خلق فکر یا در خلق، در آفرینش زبان، این گفتگو از منم مطلقا وارد این بحث، برای اینکه نمیدونم، این گفتگو هست که آیا کدوم یکی اولویت دارن. و من شخصاًم با اطلاعات ناقصم خیال میکنم که یک نوع پیوستگی این دوتا با هم دارن، به هم دیگه پیوستن، ولی با شما موافقم که بعد در مراحل بعدی البته احتیاج به زبان نیست برای کار معمار، برای کار موزیسین، برای کار نقاش. نویسنده است یا میدونم سخنگوی که در همه مراحل احتیاج داره، یا فیلسوفی که برای فکر کردن احتمالاً احتیاج به زبان داره. حالا میخواید یه پس یکم بلندتر بفهمید؟ آیا شما نقش و 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 نقش یا ملودی رو نمیدونم. من نمیدونم. به هر حال مسئله به هر حال خیلی پیچیده. راستش
به گفتگوی من خیلی مربوط نمیشه و نمیدونم بهتره بگم نمیدونم. و در ضمن الان یادم اومد یک چیزم بگم، من چون هویت رو صحبت میکردم قطعا که روی زبان کردم ها، ولی با شما ما البته اگر یک روزی بنا بشه نقدی بشه از فرهنگ ما، اون وقت خیلی صحبت ها هست که باید که به یک دین معینی پابند هستند، متدین به یک دین هستند و اون دین اسلامه. به همین مناسبت وقتی میگفتن ملت عرب، منظور ملت اسلام بود. ملت یعنی یعنی پیروان یک دین. الان یادم رفته، امت به معنی امت ملت. وقتی که و ما هم در ادب فارسی ملت رو تا دوره مشروطیت به معنی امت به کار می‌بردیم. ملت ایران اما اگر گفته می‌شد یعنی امت ایرانی، امتی که پیرو دین اسلامه. اما برگردیم به گذشته، در دوره ساسانیان من گمان می‌کنم که چیزی که پیدا شده بود یک نوع خودآگاهی بود نسبت به هویت مردمی که اسمشون ایرانی بود، نه ملت به معنی جدید کلمه. برای اینکه مفهوم ملت هم یک مفهومیه که مثل هر مفهوم دیگه تحول پیدا کرده، تحول داشته، یه وقتی شروع شده و تحول پیدا کرده. ملت به معنی نسیان نشه، این یک چیز بورژوایی و جدیده که فراگیرنده تمام جنبه های فرهنگی و آیینی و جغرافیایی و تاریخی یک مردمی هست در یک محدوده معین. اما در دوره ساسانیان هویت با ملیت تفاوت اساسی داره، این نباید خلط بکنیم. و خودآگاهی هم امر دیگری است که باز هم با هویت و هم با ملیت تفاوت داره. ما معمولا اینا رو با هم قاطی میکنیم. در دوره ساسانیان من گمان میکنم که یک خودآگاهی پیدا شده بود نسبت به قوم ایرانی، شاهنشاهی ساسانی و اینکه این قوم قومی هست متمایز، نه به معنی خوب بده کلمه نمیگم، متمایز یا متفاوت با دیگران، که خودش رو ایرانی میدونست و دیگران رو ان ایرانی نه ایرانی. همین که دیگران رو نه ایرانی میدونست یعنی یه عده رو ایرانی میدونست، یه توجهی به ایرانی بودن. در دوره من گمان میکنم در مورد ساسانیان تصور من این هست، عرب ها هم بله ملت عرب بودن و هستن به معنی این که امت اسلامن، نه بیشتر، هنوزم نه بیشتر. مردم مراکش هیچ شباهتی به عنوان یک ملت با مردم سوریه ندارن و حتی با اینکه زبانشون عربیه زبان همدیگر رو نمیفهمن و مگر اینکه به عربی کلاسیک با همدیگه حرف بزنن، درس خونده هاشون میتونن همدیگه رو بفهمن. به هر حال از جهات دیگه هم با هم تاریخشون هم متفاوته، خاطره جمعیشون هم متفاوته، فولکلورشون هم احتمالاً تا حد زیادی تفاوت داره و در مقداری هم مشترک. میبینیم که از نظر سیاسی هم که ماشاءالله اختلافاتشون متاسفانه کم نیست، از نظر سیاسی هم باز یک ملت نیستن، حتی سوریه و عراق یک ملت نیستن که همسایه هم دیگر. عرضم به خدمتتون که در مورد دوره صفویه هم من یک تصوری دارم که چون یک کمی پیچیده است، این احتیاج به گفتگوی بیشتری داره و ببخشید ناچارم مراجعه بدم به کتاب خودم در ملیت و زبان یا هویت ایرانی و زبان فارسی، در اونجا نسبتاً بیشتر بحث شده و فقط اشاره میکنم، البته چیز قانع کننده نیست مطلبی که میگم، ولی اشاره میکنم که در دوره صفویه ما شیعه شدیم. شیعه یعنی تشیع مذهب رسمی شد، یعنی متفاوت شد با مذهب دولت بزرگ عثمانی.
و متفاوت شد با دولت نیرومند ازبک‌ها در آسیای میانه و با افغان‌ها هم که تفاوت داشتیم ولی جز ایران بودن و اون الان مطلبی نیست، و متفاوت شدیم با بقیه اعرابی که در جنوب ایران زندگی میکردن و در جنوب غربی ایران زندگی میکردن، تفاوت اساسی پیدا کرد. بعد به علل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هم جنگ داشتیم با ازبک ها در شمال شرقی و هم جنگ داشتیم با عثمانی ها در سراسر غرب ایران. به این ترتیب ما که شیعه بودیم به علل گوناگون که یکیش علت مذهبی بود در حال جنگ بودیم با دو تا همسایه نیرومند سنی. ایدئولوژی این جنگ یا اون نیروی محرک یا موتور جنگ تشیع ما بود، ما رو تشیع متمایز میکرد از دشمنای سنی، دشمنای سیاسی سنی. در نتیجه تشیع بزرگترین عامل هویت قومی یا ملی ما بود در دوره صفویه. یه چنین تصوری من دارم و پادشاهان صفوی حتی بدون توجه به امر ملی، چون اونا برای بقول خودشون برای مذهب شمشیر میزدن و قزلباش بودن، زبانشون هم ترکی بود، ولی کاری که صفویه میکرد چه آگاهانه و چه ناخودآگاهانه، چه دانسته و ندانسته، عملا آب با آسیاب هویت قومی ما بود و گمان میکنم که یک مقدار ناخودآگاه بود. به علل دیگر اونا میجنگیدن، نه به علت اینکه ملیت ایرانی رو تثبیت کنن، گمان میکنم. اما کارشون نتیجتا و معالا همین بود که شد. خواهش میکنم و بعدش هم جنابالی. و در مورد اینکه هویت جدیدی داده بشه، نه، فکر من راستش معتقد نیستم، برای اینکه این زیر و بم ها توی یه تاریخی ملتی که به هر حال 2500 سالش مشخصه و نوشته شده است و ما ایانه از این زیر و بم ها ما خیلی زیاد داشتیم و آنچه هم که در مورد هویت الان اقدام میشه، باز خود این در این محدوده معین هم خب به قول قدیمی ها قص و سمین نیک و بد زیاد هست، درست و نادرست زیاد هست. داوود خود برنامه هویت رو شنیدید که بله، برنامه هویتی پارسال در تهران بود، دو سال پیش در تهران بود، یه دی رو دراز کردن، از جمله دو جلسه هم ظاهرن صرف من شد به عنوان روشن فکر منحط و نجات پرست. ولی اون چی که الان در ایران میذاره، من تصورم این استش که بعد از انقلاب اسلامی بلافاصله خب یک نظریه اسلامی بود با اون این که انما المسلمون اخوه، مسلمان ها برادرن و ملیت اعتباری نداره و اون چیزی که اعتبار داره دینه و همه کسایی که به یک دین هستن که اون دین اسلام باشه برادر هم دیگر. دیگه ترک و فارس و عرب و ایرانی و نمیدونم عراقی معنی نداره. اما حوادث سبب شد که یکیش جنگ 8 ساله ایران عراق بود که دو تا قوم مسلمان 8 سال همدیگر رو کشتند و به جان هم افتادند. و الان دولتی که در ایران هست من دولت غیر ملیش نمیدونم. فکر میکنم که علارغم این که جمهوری جمهوری اسلامی است، اون شعارهای اول که مثلا آقای خلخالی رفته بود و گفته بود خلیج فارس چه معنی داره، خب بزنین خلیج عربی چه فرقی میکنه، اینا الان اونطوری نیست و گمان میکنم که دولت متوجه حدود و ثغور مملکت ایران هست و محکم هم سعی میکنه که به پرکنیت
هرچند که تبلیغ اسلام میشه، ولی اسلام الان، اسلامی که در ایران هست، من در عمل مخالفتی یا ضدیتی بین اسلام و ملیت ایرانی نمی‌بینم. این نظر من. البته من با شما مخالفتی ندارم به این معنی که همه اون چیزایی که گفتید در مورد تحول قضیه کاملا درسته، برای اینکه درسته. ولی مگه هیچ آدمی رو شما میشناسید که یه آدم باشه؟ و یا هیچ لحظه از زندگی یک آدم رو میشناسید که اون لحظه باشه؟ تمام تاریخی که پشت سر یک آدم هست، اون آدم میسازه و اون آدم هم در هر لحظه یک چیز معینی هست. و این در مورد فقط یک شخصه. در مورد یک ملت البته این خیلی پیچیده تره، خیلی متنوع تره و خیلی متحول تره، دائم دگرگون میشه. و آنچه که شما میگید در مورد تقریبا همه ملت ها صادقه. من اگر بخوام خیلی کلی بگم اون چیزی رو که شما گفتید در مورد سلیقه و آشپزی و اینا، بله، یون میگه خاطره جمعی، یه جور دیگه میتونیم بگیم که همینی که شما میگید در حقیقت شما بعضی از عوامل این خاطره جمعی رو میگید. شاید بشه گفت نحوه بودن در جهان، این البته دید آلمان است، چگونه بودن در جهان، جهان رو چگونه دیدن و خود رو چگونه دیدن و خود رو چگونه در این جهان جا دادن، این مال مثلا بگیم ایرانی ها در طول یک چند سده با مال فرانسوی، با مال هندی، با مال حالا فاصله ها دورتر میگرم من که خیلی مشخص میشه، با مال چینی متفاوته. حالا این نحوه بودن در جهان اگر همین خیلی خلاصه بکنیم، که البته استتیک و ارزم به خدمت شما که سلیقه ها و آشپزی و غیر و غیر همه رو شامل میشه، تصور از مرگ رو شامل میشه، تصور از عشق رو شامل میشه، استنباط از خوشبختی رو، استنباط از تقدیر رو شامل میشه. همه اینها اگر اسمشو بذاریم نحوه بودن در جهان، اینو ما چه شکلی به هم دیگه منتقل میکنیم؟ چطوری یه مادری به بچهش میده و شما از همسایتون میگیرید، از را زبان میگیرید چیده، یعنی از راه های گوناگون میگیرید. مهمترین یک زبان، من بحثم در مورد زبان این بود که این وسیله انتقال همه این چیزها رو منتقل میکنه و بیشترین و بزرگترین وسیله ای که اینها رو منتقل میکنه و این پیوند رو برقرار میکنه زبانه. بیش از این هم هست، البته میخواستم بگم نیست، زبان چیز دیگه هم هست، ولی این گفتگوی من مانع صحبت شما نیست، صحبت شما مکمل حرف منه. و در نهایت هم باید گفت که این هویت یک امر مبهمه، هیچ چیز روشنی نیست که شما حدود ثغورش رو معین بکنید، و در دوره‌های تاریخی معین هم اصلا کاراکترش عوض میشه، خصلت دیگری پیدا میکنه. من دوره هخامنشی رو مثل زدم، زبان اصلا مسئله مهمی نیست. اون دوره قومیه که اولین امپراتوری چند زبانه و چند دینی دنیا رو درست کرد، همه زبان‌های دیگر رو به رسمیت شناخته، زبان‌های اقوامی رو که گرفته تحت تسلط خودش درآورده، ادیان اونا رو هم به رسمیت شناخته. کوروش بابل که رفت، خدایان اونا رو پرستش کرد. به آسیای صغیر که میرفت، خدایان اونا رو پرستش کرد. این مذاهب همه در کنار هم دیگه رسمیت داشت، زبان‌هاشون هم به همون اندازه رسمیت داشت. اون چیزی که مهم بود این مجموعه امپراتوری. در دوره صفوی چیز دیگری بود، در دوره ساسانی چیز دیگری بود، ولی در طول تمام، ولی یک چیز با همه اینها همیشه ثابت مونده، ما یه زبان فارسی داریم، از در ساخت یه زبان فارسی داریم،
منتها این تقسیم میشه از زبانشناسا میگم این کار اصلا ربطی به سلیقه و گفته من و اینا نداره. اولا من در جواب شما باید بگم که من در مورد یک موضوع معینی صحبت میکردم، نه در مورد انسان و تحول انسان و اعتبار انسان که از اون مستفیان ها چجوری شروع شده و از همه حرف ها مربوط به 5000 سال پیش تالاست و 35000 سال به فراموشی سپرده شده. بله ممکنه که قبل از 5000 سال چیز دیگری بوده، ولی من حقیقت به شما بگم که این 2500 سال که چی، من راجع به 200 سال پیششم که صحبت میکنم با هزار اگر و مگر قاقید احتیاط و با یک آدمی که از بیرون به یک چیز گذشته با سندهای نامعتبری که در دست هست صحبت میکنم. در نتیجه من نه تنها مدعی نیستم که 40000 سال و یا بعدش رو میدونم و راجع به انسان اطلاعی به اون معنا دارم، بلکه در مورد این 2500 سالم که صحبت کردم خیلی صحبت هم با احتیاط. این هم که میفرمایید که ملیت مایه جدایی و مایه جنگ، با شما موافقم، ولی آدمیزاد از وقتی به قضایای یوگسلاوی و افغانستان و جای دیگه هم همه این نشون میده. بله ولی شما که الان در اتریش هستید و با دوست اتریشیتون میفرمایید که یک چنین رابطه‌ای دارید، هر وقت اون مردمی که اسمشون اتریشیه در انتخابات راسیست‌ترین مردم اروپا نبودن و غیر اتریشی رو قبول داشتن، من هم حرف شما رو قبول میکنم، که نه اینکه در حرفتون شک نمیکنم، حرف شما رو قبول میکنم که منم به عنوان ایرانی خودم رو متفاوت ندونم با کسی که حمله کرده به ایران و 8 سال ایرانی ها باش جنگیدن و سازمان ملل هم تایید کرده که شروع کننده ما نبودیم، دیگری بوده. وقتی که هست، وقتی که دارن میان به خونه شما، شما باید به پسرت بگی که پسر منی، به برادرت هم باید بگی برادر منی و ما ستایی و خونه مال ماست، نذاریم بیان تو. حالا اسمش هر چی میخواید بذارید، اون چیزی که شما میگید خیلی ایدئاله، امیدوارم یه روزی اون بشه، ولی وقتی دولت انگلیس اینطور عراق رو تهدید میکنه، این چیزای امروز رو دارم میگم که امنیت من در خلیج فارس به خطره و ناوگان میفرسته به کمک امریکایی‌ها که عراق رو بزنن برای قطعنامه‌ای که 7 سال پیش چیز شده، تصویب شده، اجرا هم شده، علی‌رغم ارادتی که من به سیاست صدام حسین ندارم به شخص رو، ولی 7 سالی که دارن این مملکت رو میگردن و باز میگن ما ندیدیم هنوز و بعد هم تهدیدش میکنن و اسلحه میفرستن و ناوگان میفرستن و اون چیزایی که میدونیم دیگه. هر وقت آقایون دست برداشتن، خب شما هم در خونتون رو باز کنید و بگیم همه این حرف ها حرف مفت. البته نه، من صحبت یه ملت رو دارم میکنم دیگه. حالا قدرت حاکم سیاسی یک قدرت حاکم میگه آقا ما ملت عربی هم بریم اونجا رو بگیریم، خب شما چیکار میکنید؟ آقا شما قدرت حاکم باشید چیکار میکنید؟ در باز میکنید؟ من اگه قدرت حاکم باشه و همین کاری میکنم که کردم، در رو میبندم، میگم ما ایرانی هستیم نمیداریم یک تو. خب باید این کار کرد. قدرت حاکم از کجا میاد؟ قدرت حاکم مال آدم هستی که اینایی که قدرت حاکم هن انسان هن، همون انسان هایی هستن که شما میگید انسان هن، حکومت رو به دست گرفتن، دارن عمله میکنن، دارن نمیدونم تجاوز میکنن، نمیدونم پاکسازی اتنیک میکنن در یوگسلاوی، قدرت های حاکم هن. خب اون یکی هم که داره تو سرش میخوره یه قدرت حاکم پیدا میکنه، میگه آقا نداریم ما رو بکشن اینطوری. خب این یک بهانه میخواد برای مقاومت کردن، برای حفظ نفس یک بهانه میخواد. وقتی که یه ملتی جمع شد، وقتی که 500 نفر شدن، 1000 نفر، 1000 نفر شدن، 2000 نفر شدن، باید یه جوری از خودشون دفاع بکنن. البته اگر آدمیزاد و فرشته بشن همین حرفا مفت.
و من هم طرفدار احساسات ملی نیستم. من میگم هویت مسئلهش این هستش. حالا شما ممکنه نپسندید و امیدواریم هم یه روزی اون ایدئال های شما عملی بشه، ولی واقعیت چی دیگه است؟ متاسفانه بله، کاملا متاسفانه. بعدن البته، برای اینکه بعدش آقای امیری هستن، بعد شما هستید، بعد جناب عالی، بعدش هم بله، خوب شد یادآوری کرد. نه، من یک مثال دیگه بزنم به شما. من یک مثال دیگه بزنم. ترکای سلجوقی وارد آناتولی شدن و زبان اون مردم عوض شد، برای اینکه زبان طبقه حاکم بود. و ولی ما اولا دو چیز رو ما قاطی نکنیم. یکی اینکه از ما چیزی که موجوده داریم حرف میزنیم. اولا خب الان زبان مردم آناتولی زبان ترکیه. خیلی بد بوده که وقتی اومدن و این زبان رو عوض کردن و اتفاقا ادهشون یه مسئله ای که دقیقا مطالعه شده، عده ترکان که اونجا رو فتح کردن 200,000 بیشتر نبودن، در بین چند میلیون، ولی زبانشون رو تحمیل کردن و این زبان، زبان طبقه حاکم، قدرت حاکم، زبان عموم مردم شد. بعد از مدت ها خیلی جاها این اتفاق افتاده. ممکنه خیلی چیز بدیه، وحشتناک، اصلا موضوع بحث گفتگوی من نیست. ما از چیز موجود حرف میزنیم اولا، و بعدم شما چرا نقش قدرت رو در تاریخ نمیخواید قبول کنید یا میخواید قبول کنید؟ چرا؟ قدرت یک امر واقعی است که در تاریخ هست، وحشیانه هم هست، اکثرا شاید همیشه وحشیانه است، ولی قدرتی که تاریخ رو میسازه جبره، زوره، آدم کشیه. اما در مورد مسئله که ولی هست، ما آدم ها به جون هم میافتیم، هم دیگر رو میکشیم، اونی که مسلط شد زبانش هم شاید تحمیل میکنه. اتفاقا در مورد ایران این اتفاق رو نیفتن. 1000 سال ترک ها بر ایران حکومت کردن، از دوره غزنوی ها تا قاجار زبان فارسی موند. حالا چرا بماند مسئله دیگریست. ولی چی میخواه؟ اگه گفتید چی میخواستم بگم یادم رفت. ولی عربا ما رو هیچ وقت با نداشتن. عربی ها نه ببینید، عربا ممکنه خب خیلی دوستشون نداشته باشیم، ولی عربا ما رو بادار نکردن عربی حرف بزنیم. مسائل تاریخی خیلی پیچیده تر از این است. کم نبودن ایرانی هایی که وقتی اعراب به ایران هجوم آوردن دروازه رو وا کردن، باهاشون قرارداد بستن. بله، حالا به هر حال مسئله وارد من وارد بحث پراکنده نشم، ولی بله، اینو میخواستم بگم. من اصلا عقیده ندارم نه زبان انگلیسی زبان غالبه، برای اینکه انگلیس ها بزرگترین مستعمرچی های دنیا بودن، رفتن امریکا رو گرفتن، بعد از اینکه دیگران کشف کردن اونا رفتن سابله شدن، از شد که استرالیا رو گرفتن، کانادا رو گرفتن، از دست فرانسوی ها گرفتن با جنگ، با زور، ولی اینجاها انگلیسی زبان شدن. اما این معنیش این نیستش که فرهنگ انگلیسی ابدا من همچی عقیده ندارم که بالاتر از خودم از شیفتگان ادبیات و فلسفه و موسیقی آلمانم. هیچ همچی عقیده ندارم که فرهنگ انگلوساکسون برتر از فرهنگ جرمنی که، هرچند که این فرهنگ با وجود تمام این خصوصیاتش متاسفانه هیتلر رو هم داره که یک پدیده استثنایی نیست، و این از قرون وسطا میاد. از من یه وقتی ببخشید داره دارم پراکنده گویی میکنم، ولی این چیزا خوب و بدش با همه. یه وقتی ادبیات، یعنی تاریخ ادبیات آلمان قرون وسطا رو میخوندم، اگر اشتباه نکنم اسم کوچیک رو فکر میکنم اشتباه میکنم، ویلفرید فون در فوگل وایده، بزرگترین شاعر، گمان میکنم اسم کوچیک اشتباه میکنم ولی ده فوگل بایده درست، بزرگترین شاعر لیریک غنایی آلمان بود.
هوخدویچ آلت هوخدویچ مال سال 1200 و مال جنوب آلمان هم بود و تم اشعار او سه چیز بود: یکی نظم، یکی عشق، یکی وحدت آلمان. فکر بکنید که یک شاعر لیریکی، یکی مثل حافظ، یکی مثل هولدین، یکی مثل از خودشون مثل بزنید مثل ریلکه، گرفتاری و درد وجودیش نظم باشه، نظام، دیسپلین. و از جنوب آلمان سفر کرد، در اون دوره سراسر آلمان رو میگشت، تبلیغ میکرد برای وحدت آلمان، نظم و عشق هم که تمنس میشه. اون نظم میرسه تا امروز، اون وحدت آلمان میرسه تا دوره سال 1870 که اول بار بعد شکست فرانسوی آلمان واقعا یه پارچه میشه. حالا علارغم اون شیفتگی که دارم، این چیزا هم داره این فرهنگ، ولی این محصولات هم داره. اما اصلا ابدا نمیدونم چرا شما، من گفتم فرهنگی نیست، انگلیسی فرهنگ غالبه، برای اینکه فرهنگ مسلط زبان، ببخشید زبان مسلط، یعنی همه احتیاج دارم به این زبان برای اینکه برای کار تجارت و رفت آمد و توریسم و ارشد که تکنولوژی و به خصوص الان با وجود امریکایی‌ها و این اختراعاتی که میشه اینا، به این زبان احتیاج دارن. ولی این معنیش نیستش که اگر یک زبانی از نظر تجارتی یا تکنولوژی یا غیره یا حتی از نظر تمدن این زبان غالبه و مردم دنیا بهش احتیاج دارن، الزاما از نظر فرهنگی هم برترین زبانه. نه هیچ چیزی دیگه نداره. ببخشید شما هستید و بعدم شما. سوال شما مثلا یه ادعا خودمونه، شما فهمیدید که یکی از مسائل، یکی از عناصر تشکیل دهنده هویت مسائل جغرافیا و زبان. ماها که اینجا هستیم و اینجا بزرگ میشن بچه های ما، اینا واقعا هویتشون رو چجوری خواهد و از دست دادن زبان یه هویت دیگه پیدا خواهند کرد، یا اینکه واقعا میشه مثلا با فشار و اینجوری این تو خط هویت خودمون نگه؟ والا این سوالی هستش که همیشه همه جا میشه و من گمان میکنم که جواب مقدرش این هستش که همون جریان طبیعی که برای همه ملت ها پیش اومده برای ما هم پیش خواهد آمد، و اون این هستش که تمام مردم دنیا در حال نقل و انتقال هستند و همیشه نسل اولی که نگران فرهنگ بومیشه، فرهنگ قبلیشه، نسل دوم بین دو فرهنگ زندگی میکنه و نسل سوم فرهنگ محل رو میپذیره. همچنان که ما خودمون هم این کار رو کردیم و بزرگترین اشاعه دهنده زبان فارسی در طی ده‌ها و شاید صدها سال ترک‌هایی بودن که به ایران میومدن. منظورم غزنوی هاست، منظورم سلجوقی هاست که حکومت وسیعی تشکیل میدادند و زبان دولتی این حکومت فارسی بود. خودشون هم با این فارسی پیوستند، شاعران به این فارسی شعر میگفتند و زبان دربار هم زبان فارسی بود. نسل‌های بعدی هم به زبان فارسی عادت کردند، با فرهنگ ما رو قبول کردند. ما هم بچه‌هامون وقتی که به امریکا میرن، اونایی که در نسل من هستن و امثال من، خب همچنان در زبان فارسی زندگی میکنن. بچه ها اول مقاومت دارن که فارسی نخونند و مثل بقیه بچه ها بشند و حق دارن تو مدرسه مسخرهشون نکنند و غیره و غیره. به 20 سالگی که رسیدن حواس میکنن و علاقمند میشن که به خصوص اگر رابطه با پدر مادر خوب باشه، اگه بد باشه نه، اگر خوب باشه دلشون میخواد که از فرهنگ و پدر و مادرم یه چیزی یاد بگیرن، یه زبان فارسی مختصر دست پاشکستی یاد میگیرن. حالا دختر من اتفاقا هم فارسی خوب صحبت میکنه و تقلبی هم صحبت میکنه، یعنی اگر کسی ندونه که این خوندن و نوشتن بلد نیست، فکر میکنه فارسی خیلی خوب میدونه، چون زبان من و مادرش رو صحبت میکنه.
علاقمندم شده دلشم میخواد فارسی بخونه نه، ولی واقعا با باری که روی دوشش از درس خوندن ما خودمون یه وقت قطع کردیم دیدیم نمیشه. خب این امیدوارم به زودی هم با هم برگردیم بیرون و این ببینه و خودش پیشنهاد کرده که میخواد بره و برادرش ببینه از این حرف. ولی من میدونم بچه او دیگه با فارسی سرکاری نخواهد داشت و هیچ زوری هم نمیتونه او رو بادار کنه. نه، یه جریان طبیعی است، با هیچ زوری شدنی نیست. افغانایی هم که به ایران اومدن من گمان میکنم که یه نسل دو نسل دیگه بمونن تفاوت جزئی ممکنه با ما داشته باشن، دیگه خودشون ایرانی هم دیگه توی این جنگ توی این بدبختی و اینا فرار کردن اومدن، 1 میلیونشون لااقل در ایران موندن، 2 میلیون اومدن، یه مقدار رو دولت ایران به زور برگردن، یه عده خودشون رفتن، حداقل 1 میلیونشون موندن. اینا 20 سال دیگه 30 سال دیگه اصلا یادشون میره که افغانی هم الان افغانی هم. من یه جریان طبیعی من گمان نمی کنم واقعا. خب من تنها چیزی که به دخترم میگم اینه که دو تا فرهنگ در اختیارت داری، برای اینکه این زبونی که میدونی خودش خیلی چیزی کمی هم خوندن نوشتن میدونی، خودتو محروم نکنی، یه نعمتیه، دو تا فرهنگ میتونی خوب این طرفی که داری اون طرف هم خوب خوبش یاد بگیر و انگلیسی میدونه، ایتالیایی میدونه، با ادبیات انگلیسی کمی آشناست، البته در فرانسه ما زندگی میکنیم، اونا هم که مجبور یاد بگیره. خب میگم اینم یه چیزیه با اندازه انگلیسی ادبیاتش میتونه برای تو مفید باشه، روحیت هم یه مقدار سازگار، ولی خب یه مقداری هم موثره، ولی زور کردنش فایده نداره. من مطمئنم که اگه زور میکردم الان هم دلش خودش بیشتر نمیکرد برگردیم ایران بریم ببینیم، غیر ممکن. من به یه نکته باریکی که شما اشاره کردید منم یه اشاره بکنم بعد برم سر اصل سوال، یعنی اصل مطلبی که مطرح کردید با سوال. این که گفتید که یه وقتی ممکنه مسئله نظم چیز خوبی باشه و بعد مثلا بدل بشه به نفرت از یهودی، فرض کنید یه وقت خوبه یه وقت بده، این کاملا درسته. من یاد حرف چیز افتادم، حرف جامعه شناس و فیلسوف معروف آلمانی که مال مکتب فرانکفورت، الان آخرین بازمانده مکتب فرانکفورت، هابرماس، یک مصاحبه داره، من در چیز خوندم در دی ولت با یک روشن فکر لهستانی، اونم آدم خیلی معروفی منتها یه حافظه من قلدی برحال، او میگه که ناسیونالیسم آلمان تا سال 1848 یک امر مثبتی بود برای اینکه کمک میکرد به جمع شدن آلمان ها به دور هم دیگه. از میانه قرن 19 که ناسیونالیسم آلمان بدل به یک امر منفی شد برای اینکه مهاجم شد و تا امروز ادامه داره. این ها اتفاقا من یه جایی هم نقد کردم شمارش رو نام، یعنی این چیزه مستنده، قول اون رو نقد میکنم برای اینکه از یه مربوط به یه مردمیه که ناسیونالیست هستن، ناسیونالیسم رو یه جورای گوناگونی تجربه کردن و به هر حال هم آدم ساده نیست، آدم برجسته است. ممکنه یه خصوصیت یه وقتی مثبت باشه یه وقتی منفی باشه. شبیه این بخوام بگم عرفان ایرانی مثلا در یه دوره‌ای، البته تا مثلا قرن 8 و 9 به نظر من یک امر مثبتی بود برای اینکه در مقابل اون خشونت یا جزمیت مذهب که تکلیف همه چیز رو در همه زمینه‌ها معین کرده بود، عرفان ایرانی از جهتی میگفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت، البته این مال حافظه، راه افسانه زدن، به هر حال یک نوع تساهلی رو تبلیغ میکرد، یک نوع مدارایی رو بهش باور داشت، البته بعدا خودش بدل شد به یک دم و دستگاه عجیب غریب رو بگذاریم از اون. ممکنه یک پدیده ملی یا
فرهنگی در یک دوره مثبت باشه، در یک دوره منفی باشه. اما مطلب اصلی که شما مطرح کردید این استش که اگر بخوایم به فرهنگ ایران با دید انتقادی نگاه بکنیم، با چه معیارهایی باید نگاه کنیم؟ من نمیدونم، من هیچ نسخه‌ای برای این کار ندارم. عرضیت که من خودم اگه بخوام نگاه بکنم، بستگی داره به این که از چه دیدگاهی مسئله رو طرح بکنم و به چه نتایجی برسم. این بستگی داره به این که اون کسی که میبینه چه، البته کار این کار رو نکردیم برای اینکه تواناییشو نداشتیم. بله، ولی که اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، حالا داریم به کمی از این شاخ به اون شاخ میپریم تو این گفتگو. اجازه بدید من عرضم تمام بکنم و اون این استش که کسانی میتونن به این امر بپردازن که فرهنگ ایران رو خوب بشناسن و فرهنگ غرب رو خیلی خوب بشناسن، اونها اون رو هم، و فلسفه غرب رو بشناسن، تاریخ غرب رو بشناسن و بدونن، به خصوص نقد ادبی غرب رو بشناسن، بدونن اینا با فرهنگ خودشون چیکار کردن و ما تا چه اندازه میتونیم یاد بگیریم از کاری که اینا کردن که ما با خودمون بکنیم. برای اینکه من امر فرهنگ رو از امر تمدن جدا نمیدونم، همونطوری که هواپیما ساختن رو ما ناچاریم از اینا یاد بگیریم و اگر یاد نگیریم کمتمون لنگه، رمان نوشتن رو هم باید از اینا یاد بگیریم، نقد رمان و نقد تاریخ رو هم باید از اینا یاد بگیریم. اگر یه کسی یا کسانی این شرایط درشون جمع شد، میتونن نگاه بکنن به فرهنگ ایران و فرهنگ ایران رو از دیدگاهی که دارن نقد بکنن. اما شما توی این گفتتون یه چیز دیگه مطرح کردید و اون این هست که مسئله ایما و اشاره و عدم صراحت در شعر و در نتیجه یه ملتی که انقدر شیفته شعره، خب صراحت هم در رفتار و گفتار نداره. ولی الان من به شما یه چیز دیگه میخوام بگم، اگر بخوام یه معیار، یه نمونه، بله، ولی اگر بخوایم این رو بگیم، چرا اینو نگیم که مثلا ما تقیه یکی از عقاید اساسی مذهبیمونه و اون این است که اگر جانت در خطر بود، که بعداً اینو تبدیل به مال هم کردن، و اگر مالت در خطر بود دینت رو انکار کن، که مهمترین چیز برای آدم مطلقی اولا، و خب این دستور فقهیه. و یا اینکه فرض کنید که استبداد آسیایی که ما همیشه گرفتارش بودیم، سلطان مقتدر، حاکم مقتدر و دستگاه حکومتی مقتدری که نمونه هاش که گوناگونه در طول تاریخ، ولی وقتی که مأمورین مالیات نادرشاه وارد کرمان می شدن که چیز رو بگن، یا وارد دهات دیگه می شدن، دهاتی ها از تب برای مالیات انقدر به اینا فشار می آوردن که اینا از ترس مأمور مالیات از چاه قنات فرار می کردن و از مسیر قنات فرا میکردن، از یه دیگه سر در بیارن و هیچ معیاری برای جبر و زور و فشار نبود. عوایدشو پنهان میکرد. اجتماع پدر سالاری که پدر هرچی گفت بچه باید چشمش کور قبول بکنه، تا وقتی که پدر بزرگ میشد، پسر رو من 50 سالش بود، من یادم پدرم جلو باباش سیگار نمیکشید، مثلا قلیون نمیکشید، سیگار نمیکشید، باید مخفی کنه. تمام مرید در مقابل مراد حق حرف زدن، اظهار وجود، اظهار عقیده نداشت. مراد هرچی میگفت در تصرف باید قبول کنه. اینا جنبه های خیلی قوی تره که سبب میشه که ما افکارمون و عقایدمون رو پنهان کنیم، بگیم دیوار موش دارد، موش گوش دارد، و چیزهای خیلی بیشتر دیگری که از شعر اثر، اتفاقا در این مورد از شعر اثر بیشتری داشته. این دوباره فکر میکنم کلک باشه، یعنی سال پنجم اگه کوتاه باشه بفرمایید، وگرنه نوبت بقیه میشه. خب این که الان تشدید شده علتهای به خصوص سیاسی داره، هم داخلی و هم خارجی، که اجازه بدید من وارد جزئیات نشم، ولی گفتم که اول جمهوری اسلامی اصلا میگفتن ملیت چی و ما همه مسلمان هستیم، بعد عملا چیز دیگری در آمد، و خب مقاومتی که در مورد جنگ شد، من فکر کنم مقاومت فوق‌العاده‌ای بود.
و الان هم فکر نمی کنم که تناقضی باشه بین اسلام و ملیت ایرانی، اما یه مقدارش ناشی از علل سیاسیه، یه مقدارش علل ایدئولوژیک داره، ولی متاسفانه این رو در بین ملت‌هایی که زیر پاشون خیلی قرص پیشرفته هستن و توانا هستن و از جای مورد تهدید نیستن هم می‌بینیم. خیلی جای تأسف. و واقعا همونطوری که دوستمون گفتن، این یکی از علل اساسی و عمده، اشاره به یوگسلاوی نیست، افغانستان نیست، اون بدبخت ها مجبورن برای اینکه بمونن بجنگن اگر یک کسی بهشون تجاوز میکنه، ولی این رو و یا تاجیکستان چه حوادث اتفاقی، ولی در مورد ملت ها و اقوامی که مورد تجاوز نیستند هم میبینیم چه هیاهوی الان بلند شده. مثلا در فرانسه سر اینکه این مهاجری دقیقا به همون اندازه که خارجی مهاجر در فرانسه، دقیقا از عجایبه، دقیقا به همون اندازه فرانسوی در خارج، ولی هیچ وقت این مثلا نمیده و یه حیاهو میکنن که مهاجر پشت میده جلو درارم بستن. سالهای گذشته ما مثلا پناهنده سیاسی 5 تا و 6 تا و 4 تا بوده در فرانسه، و هیچ وقت هم این جاهای خودشون پوز میدن که سرزمین پناهندگان چنین است و چنان است، فهمیدن که مقرراتش میدونید از آلمان سخت‌تره، از اتریش سخت‌تره، از انگلیس شاید سخت‌تر خیلی نباشه، ولی به هر حال مال انگلیسا وقتی که موافقت کردن تمام میشه، ولی خب دست راستی های اونجا که در مجموع اکثریت دارن، یعنی دست راستی های کلاسیک و دست راستی های افراطی در مجموع